من میخوام اسمم عوض کنم. ولی آخه من یه مسئله ای که هست. سلام کلن خیلی میترسم از عمل و آیدیا این که یه چیز داره دیگه و بری بکنن تو بدنت که بخوابورنت و بری آندر ها؟ آندر و برم به قول خارجی ها. آیدیاش خیلی ترسناکه به نظر. افتضاحه میگم. بعد بعد عمل چجور غذا میخوری؟ با نی و این چیزا. تا چه مدت؟ نه میگم ریکاوری اون بعد عملش شاید یه دو هفته باشه، ولی بعد آروم آروم خوب میشه. اگه وسط کانورسیشن رسیدین شرمنده فرزاد داره به این فیلم کنی که میخواد عمل زیبایی کنه، میخواد زاویه فک بندازه برای خودش. کسری ورزش هست، پکیج میفروشن توی بله. بعد ولی واقعا داری بهش فکر میکنی؟ حالا دو سه تا دکتر رو وقت گرفتم، دکتر جراح برم نظرشون رو ببینم. اینم فک مکش مشکل داره؟ یعنی چی این؟ نه ما یه سری ژن بد داریم تو فامیل از دو سمت. فرهاد مثلا ژن اونو خودم چه چیز دارم؟ ژن زانو رو مثلا زانوی که از سمت پدر اینا و از سمت مامان فک، همه فک و بد. بینایی عقاب هم دارم من. بیناییش هم نمیدونم از سمتی که گرفته، ولی از سمتی مامانی اصلا احساس میکنم بچه این خانواده نیست. تو سطل ماس بودم. بعد دیگه چی؟ یه چیزی تو میخواستی بگی قبل از این که اپیزود قبلی شروع بشه من نذاشتم. آره اکتیویتیم، فعالیت هم زیاد شده، فعالیت ورزشیم شنیدم. آره ولی نیدم. چرا تغییر کرده؟ یادم میره ساعتم ببندم. تغییر کرده؟ شکم میدونی تو نه یک کیلو کلن از دو سه هفته پیش تارو کم شده، ولی سخته. میدونی که عضله سنگین تره. ولی صبح میرم میدوم، روزه رو دارم هنوز میگیرم. کم مثلا 20 متر، مثلا یک کیلومتر 500 متر. نه توالت به دستشویی میدونم. آخریش که دیروز بود 4.5 کیلومتر بود که دیگه خیلی خوبه. چه خیلی خوبه اصلا. خودتو با بقیه مقایسه نکن، خودتو با دیروز خودت مقایسه کن. خیلی مزدم حرف منطقی آدم ها رو مسخره نکن. مسخره نکن چه دارم دیگه. این لحن مسخره است، این برداشت توه، این همش ذهن توه. تو نمیذاری این فرد و روز فکر میکنه مسخرهش میکنی، از کاری که داره میکنه باز میداریش. میدونه من همیشه حامیشم. نه اینه که هیچکی نمیدونه. بعد خب آره خیلی خوبه دیگه. واقعا مثلا من همیشه به این فکر میکردم، همه میگن ورزش میکنیم شاد میشیم و اینا، همیشه تو دلم مسخره میکنم. گفتم آخه مگه کسی با ورزش شاد میشه؟ دهنت سرویس میشه، با خواب شاد میشی، با غذای خوب شاد میشی، ورزش که سخت. بعد میدوم هم فوش میدم به خودم ها، چون کار قشنگی نیست. بدوی که مثلا هیکلت خوب شه، روی قرص میخوری خوب شی که راحت‌تره. حالا کی بهتره؟ میده رو باید کوچیک کنی، اول کنی موقعی چیز کش میندازن، موقعی تو زمستون خیلی راحت‌تره. تو هوای گرم اصلا نمیتونم معمولا. نمیشه اصلا. من معمولا تو تابستون ها وزن زیاد میکنم، دور زمستون میاد پران که به خاطر اینکه اصلا تابستون ورزش حال نمیده. تو زمستون گرم میشی، بعدا میتونی نفس بکشی قشنگ. توی تابستون آدم به له له میفته، اینه بود سک میفته بیرون. بعد تو محل شهر، حالا اون شهر ما یه سری پله هست کرانچ، شنیدین اسمشو؟ نه. بعد اینجا خیلی باصفاست، کوسفه هست اونجا. من چند بار تصمیم گرفتم صبح زود برم مثلا اون پله رو برم بالا، همون دو روز تنبلی کردم، خدا رو شکر نرفتم اینا. آقا اونجا خرس، دو سه تا خرس با خانوادهشون رویت شده کردن. آره واسه همین زمستون بریم خیلی حال میده. 500 تا پله رو میری بالا، بعد میای پایین. فرض بیشتر از این سر صدا میتونی بکنی یه دیگه؟ همینه دیگه، قفله اون. بعد دیگه چی؟ ها یه سری خودت سوال بگو، خودت بگو، تو اصلا از خودت نمیگی در مورد. نه میخوام سوالایی که بین دو نیمه اومده میخوام مطرح کنم برای کارو. مشکی برای چی بشی؟ من بشی دوست دارم. دوست داری رنگ عشقه؟ رنگ خیلی مثلا هر کی مشکی میپوشه رنگ عشقه. منم هیچی دیگه، منم یه هفته خیلی، یه دو هفته پرفشاری داشتم. آره حالا پرفشارم نداشته میسره، ولی دو هفته سختی بود. امیدوارم که
چیز بشه دیگه، بره کلن این دو هفته دیگه نیستم این ادامه دار خواهد بود. امیدوارم که نباشه. چی شده بود دیشب تو پارکینگ یه جایی پارک کرده بودن بچه ها؟ نمیدونم، من دیروز دیشب آمدم هیئت بود. آره قشنگ مثل هیئت ها، مثل اینکه خیلی هر همه چی وابسته به محرمه، الان همه چی داره تحت شعاع قرار میده. قشنگ توی پارکینگ ما ماشین پشت سر هم وسط پارکینگ پارک کرده و رفته بود. دیدم دیده واسه ماشین سفید بودن، اصلا ماشینی که میرن هیئت سفید بودن، نمیدونم چرا. بعد یکیشون چیز داشت عکس ام ان ام انداخته بود اونجا اون وسط، اصلا نمیدونم چرا که چرا عکس ام ان ام بندازی به آینه تو آویزون کنی. آقاشون یه امرجنسی بوده شاید. سه تا ماشین نه امرجنسی، ولی آره هفته سخت و طاقت فرسایی بود. کاش انگولک نکنید پای میکروفون منو. همین فعلا خبری نیست دیگه، خواهد شروع کنیم. بریم سلام، اینجا خودکسته، یه پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، یکی از میزبان های برنامه. در کنار من کارون نشسته. سلام. این فرهاد و فرزادم با ما هستن. سلام. برای چی تو چرا دوباره داری گریه میکنی؟ هنوز شروع نشده این داره گریه میکنه. نمیدونم یهو خندیدم، فکر کنم به خاطر فکه فشار میاد، داش ور میرفت فرزاد با چی با دستش ناخونم و اینطوری میکردم اینه هنوزم داره برم. خدا رو شکر اینجا دوربین هست، من میتونم این جنگل رو به نمایش بکشم. میگن اسلحه ما دوربین ما، این همونه. من اینا رو گذاشتم اینجا که هر موقع شما دست از پا خطا کنید زوم کنم روز چهره تون. قبل حالا ضبط و اینام که داشتیم میخندیدیم سر داستان ما شروع به گریه کردیم، کارون این گریه ما رو برد چشم دیگه. من گریه هم نمیاد. آخه فرهاد شروع که گریه کردن از خنده، بعد من بهمون گفتم اینو نگاه کن داری گریه میکنه، بعد فرزاد هم داره گریه میکنه، بعد فهمیدم که ژنتیکیه، بعد ایمان هم داره گریه میکنه. نه من سجده میکنم معمولا. آره من سجده، آره هر کی یه جوری من سجده رکوع میرم معمولا موقعی که خیلی دیگه خندم بگیره. آره رکوع رفته بودی؟ آره رکوع بود، سجده نرسیدم. بخوای تیکی قنوت داشتم نه اومد تو زنان خیلی بیمزه است. بریم سر اپیزودمون. این اپیزود 240. قبل از اینکه ما شروع بکنیم من فقط یه توضیح بدم که خیلی ها پرسیده بودن که از کجا میتونیم پادکست ها رو بشنویم. ما توی تمام سرویس های پادکستی پادکستمون وجود داره، یا پادگیرها به قول ایرانی ها، توی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، سپاتیفای. دیگه جونم براتون بگه که سپاتیفای هم هستی. چی؟ سپاتیفای، سپاتیفای. بعد دیگه جای دیگه کجا هست؟ تلگرام. توی تلگرام قرار شده بذارم بچه ها یه ذره عقبیم، ولی توی تمام سرویس ها اگر که سرچ بکنید هست. فقط تنها جایی که قبلا پخش میشد و دیگه پخش نمیشه رادیو جوانه، که اونم پرسیده بودن چرا. تصمیم خودمون بوده دیگه، تصمیم گرفتیم که پادکست تو اونجا پخش نکنیم. تصویری هم گفتیم منم بگم باید دیگه چی رفته چی؟ یوتیوب هم آره تصویری هم تمام اپیزودهای از فصل قبل و از وسط فصل 4 و کل فصل 5 و فصل 6 همش به صورت تصویری توی یوتیوبه، که یه سری پارت اضافه هم داره دیگه. مثلا ما یه 7-8 قبلش بیشتر صحبت میکنیم قبل از اینکه اپیزود شروع بشه، خیلی خودمونی داریم آماده میشیم، اونا هم هست. اگر که دوست داشتیم میتونیم برید اونا رو هم گوش بدید. یوتیوبمون هم لایک و سابسکرایب بکنید. 100% این عکس این فیلمو میذارم و زوم میکنم روتون حرکتی که انجام دادی. آقا فیلم بردار زوم میکنه. شک نکنی کار انجام از کجا میتونه از خلاص باید زوم کنه. خیلی باهوشه. بریم سر اپیزودامون. اپیزود 240
من به نظر من هفته پیش اپیزود خوبی داشتیم، حالا نه تنها هفته پیش، بلکه به نظر من این فصل 6 فصل خوبی شروع شده. هفته پیش چیا بود؟ کله گندش بود و دو... پادکست. آره، حالا به واسطه اپیزود کله گندش آنکانشیست دو هم نبود، بچگی بود. آره. دوران بچگی بود. آره. بچگی آدم و پادکست بسازیم بود. حالا به واسطه اون با کلی آدم صحبت کردیم، کلی آدم شناختیم، کسایی که میخواستن پادکست شروع بکنن، کسایی که پادکست داشتن میخواستن یه سری سوال داشتن و اینا، حالا لطف داشتن از ما یه سری سوال پرسیدن و برام جالب بود که حالا چی شده که من احساس خوبی حالا نسبت به فصل 6 دارم. نه تجهیزات بهتری داریم نسبت به فصل قبل، نه جاهای تعداد جایی که پخش میشه بیشتری که کمترم شده، ولی خب احساس میکنم یه انرژی خوبی حالا تو این پادکست وجود داره، حالا هر جوری که میخواین معنیش بکنید. داشتم بهش میکردم که چرا اتفاق افتاده. به نظر من اینه که همه ماها توی همه پادکست هستیم الان. خب حالا یعنی چی؟ یعنی قبلا حالا به دلیل شخصی یا هر چیزی، هر از گاهی تمام گروه در تمام پادکست حضور نداشتن، جمعون جمع نبود و همیشه کامل نبودیم و این کار یه جوری سخت میکرد، یعنی هر کدومون اون کار خودمون رو انجام نمیدادیم، دست میکردیم تو کارهای بقیه. یه بارم که اون نخندید، یه بارم که جدی خود آدم حسابی بارم حرف چرت و پرتی اینجا نوشتم. و خب چیز خوبی که ارائه میشد، در واقع چیزی که ارائه میشد اونقدر خوب نبود، ولی خب الان که هر کدوم از ماها یه قسمتی رو در دست داریم و داریم کار خودمون رو انجام میدیم، وقتی کنار هم دیگه گذاشته میشه خیلی راحت‌تر شنیده میشه، خیلی بهتر شنیده میشه. حالا من چرا دارم این حرفو میزنم؟ میگن که غربیا یه ضرب المثلی دارن. حالا واقعا نمیدونم از کجا. شرقیاشم فرض براتون میگم. حالا آره نمیدونم از کجا، ولی بعید بدونم برای آسیای شرق باشه، فکر نکنم. که میگن بزرگترین سرمایه هر شرکتی نیروی انسانی اون شرکته. بگو فرض. یه سرتای برامون بنداز بیرون. بفهم. نداری چیزی؟ بزرگترین سرمایه شرکت بانک پولش دیگه. انگلیسی چیه اینی که گفتی؟ The biggest asset is human resources are company's biggest assets. که حالا یعنی تجهیزات اون شرکت نیست، پول توی سرمایه توی بانکش نیست، اون حالا کالایی که تولید میکنه نیست، همینا رو بزن کنار و نیروی انسانی اون شرکت محسوب میشه سرمایه اصلی اون شرکت. حالا یه سری آمار ارقام براتون بدم از نارضایتی آدم ها سر کارشون. تقریبا 80% کسایی که کار خودشون رو ترک میکنن، کویت میکنن، دلیلش رو قدردان نبودن کارفرما میدونن، یعنی اصلا کارفرمای از ما قدردان نبوده. 70% آدم ها میگن اگر احساس میکردن کارشون مورد توجه کارفرما قرار میگرفت سخت‌تر کار میکردن. وقتی زیاده. از کارمندای شرکت ها میپرسن که کارفرما چی کار میتونن بکنن که وضعیت کاریتون بهتر بشه، 60% میگن که باید به ما بیشتر توجه بکنن، اصلا ما رو ریکوگنایز بکنن، اون کلمه انگلیسی که استفاده میکنن. و 50% کارمندا به این باورن که اگر مدیر بالا سرشون ازشون تشکر کنه، نه تنها رابطهشون با اون مدیر بهتر میشه، بلکه باعث ایجاد اعتماد هم میکنه سر کار. و 45% کارمندا تو آمریکا گفتن که در 6 ماه گذشته ازشون قدردانی نشده و 16% گفتن که اصلا تا به حال کسی ازشون برای کاری که دارن میکنن قدردانی نکرده. و بیشترین قدردانی که کمپانی ها در آمریکا انجام میدن به عنوان اینه که مثلا شما چندین سال تو این که شرکت کار کردی، مثلا 20 سال کار کردی، میگن که دست درد نکنه مثلا 20 سال اینجا بودی و تیه اون 20 ساله هیچ اتفاق دیگه ای نمیفته، فقط موقعی که حالا میخوایم شرکت بری میگن که این طرف مثلا 20 سال اینجا بوده دمش گرم و میگن خب حالا دیگه میتونی بازنشسته بشی. حالا این موضوع به نظر من خیلی خیلی شدت بیشتری داره تو ایران مطمئنن و کلا کشورهایی که ارزش کار و یا دستمزد پایینه،
توی ایران فکر نکنم برای نیروی انسانی کمتر آدم ها ارزش قائل میشن، به خاطر که فکر میکنم خب اگه این نباشه یه نفر دیگه هست راحت میتونیم یه نفر رو جایگزین بکنیم، با اینکه بهش فکر نمیکنیم که این طرف چه ارزشی میتونه به حالا شرکت یا اون کاری که ما داریم میکنیم انجام بده. حالا حتما نیاز نداره شرکت خیلی بزرگ باشه، من دارم توی گروه 4 نفر 5 نفر خودمون دارم مثال میزنم. آره این آره، حالا فرق ایران و اینجا رو گفتی، فرق چیزه، رقابت بین شرکت هاست. ایران چون متاسفانه حجم کار کمه، تعداد کارهایی که توی بازار هست کمه، رقابت و کارمندا باید با هم بکنن تا شرکت ها برای به دست آوردن کارمند. یعنی تو باید اونجا مثلا کارمند خوب باشی، ممکنه شرکت ها تو به حقوق کم هم بده، مجبوری کار کنی. اینجا نه تو همه رشته ها، تو یه سری رشته ها برعکسه، کار زیاده، رقابت رو شرکت ها باید با هم دیگه بکنن برای اون کارمند. مثلا یه کارمند ممکنه چند تا آفر داشته باشه از چند تا شرکت، اینا رو به هر کدوم از شرکت ها میگه، اونا رقابت میکنن، مثلا عدد آفر رو میبرن بالا، آفر رو بهتر میکنن، این میره یکی رو انتخاب میکنه. این فرق اقتصاد هست که چقدر کار هست، چقدر در واقع نیروی کار هست. توی ایران معمولا آدم ها بر این باورن که باید مثل چی کار کنی، وگرنه سریع تو رو جایگزین میکنن، اصلا زیاد مهم نیست. اصلا یه جورایی شاید توی فرهنگ ما خیلی کم وجود داره که ما بخوایم از حالا اون کارمندی که وجود داره، کارگری که وجود داره، یا افراد زیر دستی خودمون تعریفی بکنیم، بلکه میگیم همین حقوقی هم که بهش میدیم از سرش هم زیاده دیگه، پر رو هم نباید بشه. بریم سر مثال شخصی خودمون، معمولا همینطوری مثال میزنم. من خب توی کانادا و استرالیا برای کمپانیای کار کردم که مدیریت ایرانی داشتن، مدیریت کانادایی داشتن، غربی داشتن، حالا غیر ایرانی داشتن، و متاسفانه میتونم بگم که این ریکگنیشن یا اون قدردانی تقریبا تو کمپانیای ایرانی وجود نداره. توی یه کمپانی استرالیایی که کار میکردم به نام کمی، بر روز تولد هر کارمندی یه کارت میگرفتن، یه کارت تبریک، و میدادن همه توشو امضا کنن اگه میخوان چیزی بنویسن. مثلا تکن توی تمام تیما میچرخید، چون که حالا مثلا کل کسایی که اونجا کار میکردن 70-80 نفر بودن، تقریبا همه هم دیگر رو میشناختن و همه برات مثلا چیزی می نوشتن و امضا میکردن، کارت بزرگی هم بود و روز تولد بهت میدادن، موقعی که میومدی سر کار روی میزت بود، یعنی مثلا یه هفته قبلش این کارو کرده بودن. و برای متولدین اون ماه، آخر مثلا ماه اگه مثلا اردیبهشت، آخر اردیبهشت یه کیک میگرفتن تمام کسایی که تولدشون بود، مثلا بهشون تبریک میگفتن. پارتی پلنینگ کمیتی داشتین توی؟ نه نه واقعا هم زیام نداشتیم، یعنی ماهی یک کیک میخوردیم، ماهی یک کیک رو داشتیم راحت. آره بعضی موقع مثلا تعداد زیاد بود، مثلا دو سه تا هم میشد. آره مثلا یادم ماه می که تولد منم بود خیلی تعداد می زیاد داشتیم، سه تا کیک بود اونجا. مریض رو داره منهای نه میکنه، خیلی آدم پایینی هستی تو. تو بیدی طبق اصل لانه کبوتری، اگه شما 13 نفر داشته باشی حداقل یه ماه هست که توش دو نفر به دنیا اومدن. و خب این یکی از بهترین حسای دنیا بود دیگه، یه نفر حداقل تو اون کمپانی نسبتاً حالا بزرگ 70-80 نفر میدونه که تو وجود داری، اصلا میدونه که تاریخ تولدت کیه، داری چی کار میکنی، یه قدردانی خیلی کمی ازت میکنه. و اون کارتا خب میتونی به عنوان یادگاری نگه داری، معمولا آدم رو میزاشون داشتن و اینا. یا مثلا وقتی که کانادا 16 سالم بود توی فروشگاه زنجیره‌ای سیوان فودز کار میکردم توی قسمت غذاییش، و مدیر من هر 6 ماه باید تمام پرسنل رو باشون میشنست، مینشست و ریویو میکرد، مرور میکرد که آقا شما مثلا چه جور کارمندی بودی 6 ماه گذشته، چه کارهای خوبی انجام دادی. با اینکه حالا اون کاره رو مثلا تو سر هر کی میزنه آدم کودن هم میآوردی میتونست کاره رو انجام بده، ولی یارو واقعا وقت میذاشت، مثلا میشنست مینشست با تو صحبت میکرد و وقت میذاشت و مثلا به توضیح میداد که کاری که تو داری میکنی اینجا دیده میشه، برای ما مهمه، ما باید نیاز داریم، باید صحبت میکرد که چجوری میتونی توی این کمپانی پیشرفت بکنی، و اگر مثلا میدید یه تلنتی هم داری، یه کاری بلدی که اینجا ازش استفاده نمیشه، بهت اینو میگفت، میگفتش که تو مثلا به درد این کار نمیخوری، به نظر من بهتری که بری توی فلان کار رو انجام بدی. شماها مثالی دارید که ازتون تقدیر شده باشه یا عدم تقدیر کلا؟
اصلا ندارید؟ من دارم ولی شروع کنم. آره دیگه، منم تقریبا مثل تو اولین کار حالا حرفه‌ای جدی که شروع کردم همینجا توی دانشگاه یو بی سی بود. که خب حالا یو بی سی خودش خوشگاه، یعنی داری یه جوری قرص میدی آب دهنو. یو بی سی خودش یکی از حالا کارفرماهای معروف و دوست داشتنی این استانه، خیلی همه خوششون میاد که یو بی سی، نه نمیخوام اصلا اینطوری بگم، ولی یو بی سی کارفرمای خوبی. بعد اختیار نداشتی تو گفتن این جمله. آره داشتم اینطوری میرفت جلو و خیلی ریکگنیشن و اینکه بگید جلو دهنتون میکروفون تشکر بکنن، تقدیر بکنن و ارزش قائل بشن واسه کوچکترین کارهایی که حالا هر کارمندی تو هر لولی انجام میداد، خیلی واسه شون مهم بود. حالا جشن گرفتن یا مثلا مردم روزی که میخواستم دیگه اونجا رو ترک بکنم و بیام بیرون، برای من جو، من خیلی ماگ دوست دارم و از این لیوان دوست دارم. اینا یه لیوان واسه من گرفته بودن، همشون امضای کوچیک کرده بودن با این خودکارای دائمی و اونو من دادن و کلن خیلی براشون مهم بود که هر کارمندی هم زندگی شخصیش هم زندگی کاریش اوکی باشه، اگه اوکی نیست بهش مثلا تایم آف میدادن برای کار، خیلی زمان مرخصی میدادن. آره و براشون مهم بود و وقتی اینا رو من بیشتر و عمیق‌تر فهمیدم و دلم برای این خورده کاری تنگ شد که رفتم توی محیط کاملا متفاوت و با مدیریت ایرانی، درم چیزی وجود نداشت و هیچ کدوم اینا که نبود و حتی از اون ور تو سرت هم میزدن. آره اون بود، یعنی اون درصدی که داشتی میخوندی اینا یکی از عاملایی که حالا من اون کار بعدی رو ترک کردم این بود که اصلا میدیدم انگار نه انگار که اونجا وجود داری و حتی چه حالا هم درآمد داری واسه اون کمپانی میاری، هم کلی چیزای جدید داری معرفی میکنی، ولی کوچکترین اصلا دیده نمیشه یه چیزی. شما چی فرزاد؟ من پرسیده بودی رو اینستاگرام که آخرین باری که تقدیر شده بود به خاطر حالا کرونا که ما هنوز خونه زندگی میکنیم، خونه کار داریم میکنیم، قبلا توی جنگل زندگی میکردی. خدا شکر کرونا یه سخت بود. یکی از فاکتورهایی که یه ذره سخت، خب همون ارتباط حضوریه که نداری، نه با همکارات داری نه با رئیست داری، و خب قبلا بیشتر جلسات حضوری بیشتر بود اینا بود و اون لفظی بیشتر، مثلا حالا شاید منیجرت میگفت مثلا این کارو خوبن و خب کم شده. ولی یه چیزی که من دقت کنم، هر هفته ما که هر روز میتینگه حالا رو تلفن و اینا داریم، ولی مثلا اون منیجر سعی میکنه که روزی یه بار مثلا تو یک روز مثلا به چند تا از کارمندا بیاد شخصی مثلا بگه ای بر مثلا این کارتون خوب بود، یه فیدبکی بده. اون چیز اون خوبه و گفته آخرین بار تقریبا هر هفته ما اینو میگیریم. در مورد یه کار خیلی سختی هم جز گفتی اولین کارت، یه کار فرهادم بود البته، این کار یکی از سخت‌ترین کارهایی بود که من تجربه کردم و اولین کارم هم تقریبا میشه تو کانادا. این بود که یه کمپانی بود، میمادن سری دستگاهی به تو میدادن و تو با این دستگاه سنگینی، مثلا دستگاهی که چمن میزنیم، ولی اون دستگاه سوراخ میزنه تو همون چمن که مثلا اون سوراخ باعث میشه که سال بعد چمن بهتر، کیفیتش بهتر، هوادهی به زمین رو آره بهتر میکنه. این تو رو میذاشتن توی محله با یکی این دستگاه سنگین که با حولش میدادی و کارت این بود که بری در هر خونه‌ای بزنی، خودت یه نگاهی بکنی مثلا نسبت به چمنشون، بگی آقا من این چمن رو میذارم $100 مثلا واسه شما سوراخ میکنم. ما فکرم سوراخ کش میکنم. آره سوراخ. بعد میفروختی اون، بعد حالا ونکوور هم که میدونن بچه ها مثلا توی مارچ و اینا خیلی بارون میاد و بارون گره وسطش، روز اولمون هم بود، خلاصه کار بسیار سخت. بعد اول صبح بیزنس مدلشون هم خیلی روی چیز بود دیگه، اینکه ذهن رو بشورن که مثلا شما پول کش میگیرید و هرچی بیشتر بفروشین، خیلی ساکسس عجیب. بعد تا آخر کار من تو اون گروهی که روز اولشون بیشترین فروش رو من کرده بودم، بعد به عنوان یه تقدیر و تشکر $100 هم اضافه تر به من دادن بین بقیه بچه‌هایی که روز اولشون، من $100 هم بیشتر گرفتم،
که فکر کنم جمعاً تو حدود 11 ساعت هم کار کردیم. جمعاً با اون پول پورسانتی که خودم ساخته بودم شد 200 دلار. یعنی یه 100 دلار از پورسانت. بعد که از خیلی سخت بود اصلا ما دیگه من و فرهاد نرفتیم اون روز اول آخر بود. روز اول آخرم بود. ولی آره اینم یه خاطره. من تجربه چیزو ندارم ولی خوشحال بودی از اون 100 دلار دومی که یعنی اون اصلا ارزش برات داشت اصلا برات ارزش نداشت. وقتی که مثلا میومد تقسیم به 11 ساعتت می‌کردی می‌دیدی که وای مثلا حالا یه کامنت کوچولو من می‌تونم بدم. احساس می‌کنم ارزش با چیز مادی بخوان به آدم از آدم تقدیر کنن زیاد آدم خوشش نمیاد. اون سندروم فرهاد گرفته. من دارم نه میخوام جمله رو درست بگم، میخوام سوء تفاهم نشه. من نمیخوام بگم که پول ارزشی نداره، اینو اصلا نمیخوام بگم. یعنی نمیخوام بگم که یکی که به آدم پول میده من پولو نمیخوام بگیرم. اصلا بنده پولیم تا یه حد، پولم نمیخوام شما رو بیارم توش. ولی احساس میکنم از آدم اگر که با حالا گفتگو با یه صورت غیر مادی از آدم تشکر بکنن ارزش بیشتری داره. آره معنوی. آره میخواستم یه مثال دیگه هم بزنم در مورد همین جایی که کار میکنم. قبل اینکه من بیام اینجا فول تایم در واقع کار کنم، اینترن یا حالا کارآموز مثلا اومده بودم و خب اون موقع خیلی توجه مثلا میکردن به منی که حالا یه اینترن هم مثلا شاید کار خاصی هم نمیکردم، سری کارهای بیسیک و همین که تو میگی تولد تو مثلا بعد مثلا اگه یه کاری میکردی عصرش میبرد مثلا شام دعوتت میکردن بیرون و اینا. و اتفاقی که افتاد حالا تو خود من این بود که مثلا من اینو دیدم، من این رفتار خوب دیدم. الان که اومدم سر کاری که حالا فول تایم هم و خود ما الان داریم اینترن میگیریم، من این مثلا تو من نهادینه شده، مثلا من خودم پلن میکنم که آقا یه سری این کار رو ما واسه اینترنامو انجام بدیم. یعنی یه چیزی بود که من یاد گرفتم از یه سیستم مثلا مثبت و خوب و خودم هم ناخودآگاه دارم انجام میدم واسه بقیه. دونه هاشون های کاشتن ولی اونا هم جلوی کارشو نمیگیرن، یعنی اونا هم موافقن با این اتفاق. آره آره همکارا همه درست. آره. شما چی؟ من همیشه از تقدیر نه بود جایی نمیدم که من 12 سالم که بود چی دیست میکنی. من از ایران میخوام مثال بزنم، یادم از اینجا ایران. من یادم تو اون لبی که کار میکردیم توی دانشگاه، همون استادی که آزمایشگاه، آره همون استادی که خیلی تاثیر رو من گذاشت و بزرگ شده آلمانی بودن. من یادم ما لب چیز بود، خونه هوشمند بود. ما سعی میکردیم در واقع هوش که نبود، یه ذره حالا مند بود نه یه در واقع یه سری فیچرها به خونه اضافه کنیم که مثلا چنم الان پروداکتاش خیلی بیرون هست، چنم چراغ خاموش روشن کنین، هم درجه هوا رو بسنجی، سنسور بذاری مثلا یکی وارد شد ببینه و اینا. بعد ایشون یه سری ابزار از خارج برای ما آورده بودن، یه سری در واقع پلاگ بود شما میزدی بعد مثلا روش لامپ قرار میگرفت. اینا با یه تکنولوژی به اسم زی ویو کار میکردن، زد ویو، که تو میتونستی یه سیگنال رو بفرستی و روشن خاموش کنه. خب تو میتونی بری پکیجش رو بخری، نمیدونم نرم افزارش رو نصب کنی، با کامپیوتر چیز کنی. ما کاری که میخواستیم بکنیم، ما میخواستیم همه چیز دست خود ما باشه. ما نمیخواستیم به یه نرم افزار خارجی اعتماد کنیم، ما سافرش رو خودمون مثلا میخواستیم بنویسیم. و بعد باید میرفتیم پروتکل ارتباط برقرار کردن با اون پلاگر رو پیدا میکردیم و یه استیکر انقدر یه USB داشت به کامپیوتر وصل میشد، خود پلاگ هم تو برق بود، این استیکر میتونست با اون ارتباط برقرار کنه و ما میتونستیم بفهمیم که چه سیگنالی رو مثلا چه پیغامی رو از طریق این استیکر به اون بفرستیم اون روشن خاموش بشه. اینو مثلا تازه از آلمان آورده بود و ما زهد میزنیم تو سرکله خودمون، این کار نمیکرد درست، نتونسته بودیم تا یه مدتی اینو درست روشن خاموشش بکنیم. به من یادم اولین باری که من تونستم اینو با کامپیوتر روشن خاموش کنم، همه تو لب بودن، اصلا داشت با یکی دیگه راجع به یه چیز دیگه صحبت میکرد، دید من اینو تونستم برای اولین بار روشن خاموش کنم، اینو از مثلا کنار ما رد شد، مثلا زد روش شونه من گفت مثلا well done. بعد این خیلی مثلا یادم اونجا حس چیزی داشت شیرینو. آره این تو ایران انگلیسی فهمیدم well done. آره آره به قول خارجی. بعد اینجا هم که حالا اینجا که کار میکنم من، همین چیزی که ایمان گفت، تقدیری که به صورت زبانی اگه انجام بشه از طرف
رده های بالاتر آره. خیلی تاثیرش بیشتر از اینکه حالا مثلا به تو چون $100 بدن یا حالا هر چیزی. مثلا اتفاقی که برام افتاد، ما حالا روی پروژه کار میکردیم، پروژه در ریسرچ بود، بعد این پروژه که در دسترس عموم قرار گرفت، اولین باری که بقیه میتونستن ازش استفاده کنن، یه ایمیلی زدن مثلا مدیرای رده بالا، اسم بردن از این پروژه ما که مثلا دمتون گرم فلان. ما یادم هم مثلا دور هم جمع شدیم به هم تبریک گفتیم، تیم کوچیکی هم هستیم، ماش و بوسه و همون اوغاز رو یه لبی هستم شیرینی پخش کردیم. بعد اونم خیلی حس خوبی بود که مثلا یه جای اسپورده بشه. اگر فرد نبودم پلاکارد دارشون میزدم سوی آره تو تهران میزدم تو سوار آره فرد اینا پلاکارد دوزدم. خب بای. آره همین مثلا این مدل چیزهایی که چنان حالا یه آپدیتی ما میدیم ولی یه بلاگی نوشته میشه. بعضی از کمپانی ها اینجوری هم که شما مثلا پروداکتتون آپدیت میشه یه بلاگی می نویسن توضیح میدن. مثلا اخیرا دوباره یه بلاگی رفت، یه محصول خیلی بزرگتری بود که چند تا تیم روش کار میکردن، مثلا اون کاری که تیم ما کرده بود به صورت مشخص اسم برده شده بود، اون خودش مثلا حس خوبی داره، همه بهت تبریک ممکنه بگن اینا. این در واقع چیه؟ تحسین، تعریف زبانی این آره. موثره. حالا من خودتو نمیخوای بگی؟ من خودم اول خودم مثال زدم. خوبه. ولی حالا من توی مثالام گفتم کارفرما و اینا، منظورم آدمای رد بالاتره، حالا هر کسی میتونه باشه، کسی که شما باید بهش ریپورت بدیم، باید در واقع اون کنترل میکنه آره کار شما رو. از شنوندهامون هم بشنویم. بله. فهمیده بودن که رئیسم بابت کار من تقدیر شد. من یه نکته بگم، یه شخصی که اینجا کانسالتنت حالا یا کانترکتر بهشون میگن، مشاور بود، به من میگفت که حالا اون تجربه خودش بود، میگفت که کاری بکن که منیجرت، یعنی نه میگفت اگه میخوای کارتو نگه داشته باشی و منیجرت هیچ موقع چیز نشه، میگفت یه کاری بکن منیجرت پیش منیجرش همیشه آره فیدبک مثبت بگیره و جلو باشه، میگفت این واسه تو خوبه. حالا اینی که گفتی فکر کنم بعد من سوالی که پرسیده بودم اون حالت کنایی داشت، یعنی کارو بنده خدا انجام داده، یکی دیگه تحصیل شده. آره دیگه، ولی واقعیتش اینه آره. که من بذارید من سوال رو میخوام از رو بخونم. فارسیش اینه که کردن یا رو اوشون کردن کس دیگه نه میگم خود خود به نام من مثلا به کام اون یه چیز دیگه است. سوال این بود که تا به حال سر کارتون ازتون تقدیر شده، آخرین بار کی بوده اگر این اتفاق افتاده؟ فهمده بودن که رئیسم بابت کاری که من کردم تقدیر شد، یکی دیگه گفته بود توفم کف دستمون ننداختن، بعد فهمده بودن که برای اینکه تقاضای حقوق بیشتر نکنم تو سرمونم میزنن، بعد یه دوست دیگه گفته بودش که اردیبهشت امسال برای راه اندازی سیستم فروش که دمشون گرم اگر ازشون تقدیر شده، یکی نوشته سفره رو جمع کردم بابام بوسم. آشنا نبوده این؟ نه نمیدونم کی. بعد یکی دیگه گفته بود که یک کارفرما دارم که فکر میکنه نباید به کارمند رو بدی. این خیلی اینو من خیلی حالا متاسفانه شنیدم و متاسفانه درصد کسایی که ازشون تقدیر شده به کسایی که این اتفاق نیفتاده توی این سوالی که من پرسیدم تقریبا 90-10 که ازشون تقدیر نشده بود 90% که توی جوابی هم که ما دادیم تقریبا این واضح و مبرهن بود. یه جورایی اینو دوست دارم بگم که شاید خیلی از ماها اصلا تو شرایطی نباشیم که کارمند زیر دستی داشته باشیم همین الان، ولی اگر که روزی تو این شرایط بودیم، حتی اگر توی جزء قوانین سر کارمون هم نیست، مثلا همین میپرسیدم از این آدما تقدیر کنیم، یه کارت تبریک توی هر سال یا مثلا 30 دقیقه صحبت جدی، حالا یه جورای دوستانه هر 6 ماه یه بار، چیزی از آدم کم نمیکنه، ولی به اون شخص خیلی میتونه اعتماد به نفس اضافه بکنه. مثلا قدرت میگن آدما رو عوض میکنه، مثل مثالایی که زدیم. حالا برای همین ازت پرسیدم که کسای دیگه ای هم که تو اون کمپانی هستن میذارن، یعنی مشکلی ندارن با اینکه تو این کارو بکنی، جزء فرهنگ اون کمپانی محسوب میشه. میخوام برگردم به اون گفته ای که وجود داشت که میگه بزرگترین سرمایه هر شرکت نیروی انسانی اونه، که میخوام توضیح بدم چرا اینجا توی درسای بیزنسی و مدیریت که حالا من یه سریاشو خوندم روی یه کلمه خیلی تمرکز میکنن، روی عبارت به نام کالچر یا فرهنگ.
میگن که تقریبا 35 سال طول میکشه که فرهنگ یک کمپانی ساخته بشه یا عوض بشه. چی داری میخندی؟ چی میگی؟ نه این کلمه میخواستم اینو چه کلمه؟ فرهنگ کالچر دیگه. ادامه بده. که میگن 35 سال طول میکشه که یا یه فرهنگ ها رو توی کمپانی ساخته بشه یا عوض بشه و اثر مستقیم روی کارمندها و مشتری های اون بیزنس داره معمولا. مثلا اگه اون کمپانی زمان و پول و منابع برای کارمند خودش مصرف میکنه تا حدی که این توی اون فرهنگ اون کمپانی رخنه کرده که این کمپانی همچین شخصیتی داره، کارمندا هم همین رفتار رو نسبت به کمپانی دارن که براش زمان خودشون، حالا اگر بشه منابع خودشون و حالا تا زمانی پول خودشون رو برای اون کمپانی صرف میکنن تا اون کار بهینه تر انجام بشه و اونا سخت‌تر کار میکنن برای اون کمپانی. وقتی هم میگیم حالا سرمایه، همونجوری که فرهاد اولش اشاره کرد، ارزش عددی معمولا میزنن روی سرمایه، مثلا میگن فلان تومن میارزه این سرمایه، ولی خب نیروی انسانی که نمیشه روش ارزش گذاشت، ارزش عددی. ولی خب یه دو سه تا مورد هست که میشه با اون یه جورای ارزش نیروی انسانی رو سنجید توی محل کار. اولیش میگن که ارتباط با مشتریه. میگن که نیروی انسانی شما وجهه اصلی کمپانی شماست، میگن که خارجی میگن فیس کمپانی شماست، و اگر که خب اون طرف آدم مثبتی باشه، راضی باشه از کاری که داره انجام میده، اینا هم میتونه به مشتری هایی که برای اون کمپانی و اون بیزنس وجود داره منتقل بکنه، با روی خوشتر با اونا برخورد میکنه و از اونا بیشتر در واقع به نیازهاشون میرسه. ولی اگر طرف متنفر باشه و سگ چهره بیاد بشینه اونجا ناراحت و عصبانی و اینا، خب این به مراتب اینم به اون مشتری منتقل میشه دیگه. وقتی که خودت نخواهی کاری انجام بدی، مشتری میگه گور پدرت، میخوام چیکار کنم؟ چه مشتری دلپوری. آره خب نه، فکر شما کن شده مثلا بری یه چیزی بخری، قشنگ مشخصه که یارو نمیخواد با تو صحبت بکنه. من هم مثال دارم. ببین حالا نمیخوام تو سر جای بزنیم اینا، ولی خب تو ایران تا اون موقع که من زندگی میکردم اینا، تجربه اینطوری بود که میرفتی یه جایی انگار مثلا بدهکار بودی به فروشنده. خب با این ذهنیت اومدیم اینجا، خب و میبینیم دیگه فروشنده های خارجی و غربی خیلی با روی گشاده و اصلا یه اپروچ دیگه ای دارن، یه رویه روی کرد. آره یه روی کرد دیگه ای دارن با مشتری. بعد تو همین ونکوور در قلب شهر یک فروشگاهی هست، یه سری اجناس میفروشن، یه خالص سوسکه وجود داره توی دانتان هم هستن. بعد اینا یه خانواده ایرانی هم هستن. بعد آقا شما پا رو که میذاری تو این دهنه در این مغازه، فلشبک میزنه شما رو به وسط اصفهان مثلا 15 سال پیش. انقدر بی اشتیاق، انقدر بی علاقه، انقدر چیز که اصلا نمیخوان از اون جنس به تو بفروشن. بیارم حتما میخواید اینو تعریف کنه. از هرس و ناراحتیه. آدرس دقیق هم داد. خب نه گفت قلب ونکوور دیگه، گفت دانتان. خب آره دیگه، یه عالمه درست چیز رستوران. نه رستوران یه میکروفون درست بگید. خب بعد یه بار خب من خیلی رفت رو اعصابم، یه جنسی میفروشن که خب من بهش نیاز دارم هر چنگایی، و بعد چی داری میگی؟ گوش بده آقا، یه بار من عصبانی شدم، گفتم قربان این آخه چه روشیه، چه طرز برخوردیه، اینجا از همکاراتون یاد بگیرید فلان، این رویه ما همینه دیگه، واسمونم روزی رسون هست خدا و بیزنس ما انجام میشه دیگه. من اومدم بیرون گفتم به خودم چندین تا لعن فرستادم و دیگه هیچ وقت نرفتم اونجا. این دوستان هنوز دارن این کار انجام میدن. آره. شما چی؟ من موقعی که دانشگاه بودم، بچه‌هایی که مثلا لبایی که ریسرچ میکنن اینا، مثلا دانشگاه میگه فلان روز تو هر، فکر کنم هر سال یه دونه اون ایونت ها هست که میگن لبای دانشگاه بیان پوستر درست کنن و حالا یه سامری از ریسرچشون بدن. بعد این رفیق کلمه انگلیسی دیگه هم میتونستید این جمله استفاده بکنی. اینکه من تو چیزه نیستم که میتونم بگم. خب بعد تو چیزی که میتونم لیسته چی داره میشه این اپیزود. بعد این رفیق ما که کانادایی بود، رفته بود پوسترشو بده به اون پرینت شاپی که
مغازه چاپخونه که توی کورنرستون آره. بود. من یه جورایی آره میدونستم که این چاپخونه ایرانیه. من این رفته بود، خب میگم اون به خصوص اون یکی دو هفته قبل این ایونت ها خیلی سر اینا شروع کردن، همه ریسرچ دارن پرینت کنن. بعد این میگفت که این مثلا حالا یو اس بی و یا حالا هر جوری که فایل رو بهش داده بوده که اینو در واقع چاپ کنه، میگفت خیلی خوشحال نبود که مثلا من این بیزینس هم آوردم مثلا میخواد پول از من بگیره دیگه، پول داره میسازه. گفت خیلی ناراحت و اینا بود که مثلا چقدر سرم شلوغه. و من یه خنده جمع کردم، این ایرانیه، این چون اوکیه که ناراحت باشه که سرش شلوغه. اونم براش خیلی جالب بود که این چون این ریاکشن اینو باشه. حالا خیلی میبینیم دیگه اطرافمون وقتی که به قول حالا فرهاد میریم یه جایی خریدی میخوایم بکنیم، اگر که اون طرف واقعا از کاری که داره میکنه راضی نباشه 100%، حالا میتونه به خاطر شغلش نباشه، میتونه واقعا یه شغله رو دوست داره ولی حالا پولی که میگیره از اون شغله کمه، یا یه مسائل دیگه‌ای داره که شاید بتونه اون شغله براش برطرف بکنه، ولی کسی که اونجا کارفرماه واقعا به این آگاه نیست و نمیخواد این کار رو انجام بده و میبینیم که نمیخوایم اونجا خرید بکنیم، حاضریم چندین کیلومتر مثلا دورتر بریم تا اینکه بتونیم اون کالا رو خریداری بکنیم از یک کس دیگه که واقعا از اون کار راضیه و سرویس بهتری بهتون میده. تو مثالی نداشتی؟ همه جایی که میری خوب بوده. نه بچه‌ها تقریبا گفتم، من خیلی چیز هست، تفاوت برخورد هست، حتی تو ایران هم خیلی دارن بهتر میشن، مثلا رستوران و اینا که آدم میره میبینه قشنگ دارن روی این چیزا کار میکنن، روی رابطهشون با مشتری، ولی اینجا من قشنگ به وضوح دیدم که هر جا مثلا شما میرید لباس بخرید رستوران میرید، خیلی برخورد گرمتری دارن و در واقع ارزش میذارن به مشتریشون. یه چیزام دارن همیشه نمونه تو ایران بود، همیشه حق با مشتری، اینجا هم یه چیز مشابهی دارن، اینجا واقعا عملی اون کار رو انجام میدن که مثلا حالا حضور شما اونجا داره به اونا کمک میکنه، بهترین سرویسی که میتونن رو بهشون به شما ارائه میدن. ولی خب فرهاد میگه دیگه وقتی ما میبینیم هموطنان ما، حالا فقط هم هموطنان ما نیستن، یعنی من دیدم از هموطنان کانادایمون هم میتونم مثال بزنم، مقدار زیادی دیدم که مثلا فروشگاه های الکترونیکی که من میرم بعضیشون واقعا یا دوست نداره اونجا باشه. اینجا یک کار خوبی که کردن این که شما میتونید ریویو بدید، این خیلی کمک میکنه، یعنی یارو میدونه اگه کار بد انجام بده ریویو بد میگیره، اون رپیوتیشن یا شهرتش خراب میشه، پس فردا اصلا مشتریش کم میشه، برای همین کار نمیکنه. ولی تو ایران حالا اون موقع خیلی تا وقتی من بودم خیلی چون باب نبود دیگه طرف هر کاری دلش میخواست میکرد. دومین روشی که میتونید ارزش کارمنداتون رو بفهمید که سرمایه یه دونه کمپانی هن، اینی که نوآوری انجام میدن. ثابت شده که اگر به کارمندا تعلیم بدیم، بهشون ترینینگ بدیم، بهشون آزادی عمل بدی و ساپورتشون بکنی، خیلی نوآوری توی کار پیدا میکنن و کارو بهینه تر انجام میدن. حالا من یه مثال شخصی بزنم، من توی این کمپانی استرالیایی که کار میکردم، من توی حالا توی قسمت ساپورت من اول هایر شدم که هر مشکلی که می اومد ما دسته‌بندی می‌کردیم می‌فرستادیمش برای اون تیم دیولپمنت که اینو حالا رسیدگی بهش بکنن، ببینن چجوری میتونن حلش بکنن یا اصلا میتونن حلش بکنن یا نه. ولی دیدیم که این زیاد بهینه نیست، این نه اونا حرف ما رو میفهمن نه ما حرف اونا رو میفهمیم، یه اینجا یه میسکامیونیکیشنی وجود داره. یه بگو درست ارتباط درست برقرار نمیتونستیم حرف هم دیگر رو بفهمیم و ما حالا تصمیم گرفتیم یه پیشنهادی دادیم به اون تیم بالاتر، اون کسی که حالا مدیر ما بود. سوء برداشت. آره سوء برداشت میشه شاید. اطلس سخنگوه. بعد یه پیشنهاد دادیم به اون مدیری که بالا سر ما بود که آقا ما یه نفر رو میخوایم که اینجا بتونه این حرف دو طرف رو برای همدیگه ترجمه بکنه، و این یه پوزیشن اونجا به وجود آورد که من شدم اون شخص که بتونم تیکت هایی که میاد، این مشکلات و باگایی که دارن در واقع ریپورت میشه، من بتونم یه سری اطلاعات ارقام بهش اضافه بکنم، یه جور دیگه بنویسمش بدمش دست اون کسی که باید بهش حالا رسیدگی بکنه که راحت‌تر بفهمه. که دیدیم که تقریبا حالا طبق اعداد ارقامی که خود مدیر ما بهمون میداد
میگفت این تیکت ها 50% زمان چیزشون اومده پایین، مدتی که طول میکشید که حالا رسیدگی بشه بهش، به خاطر اینکه مثلا 100 تا کیس میومد که همشون یه چیز بودن و اونا رو من بعد دست بندی میکردم، میگفتم که چه چیزایی اینا با هم دیگه در اشتراک دارن، چه چیزایی رو در اشتراک ندارن، و میدادمش دست اون کسی که باید بهش رسیدگی میکرد. و خب این نوآوریه بود، و بعد از اینکه منم از اون شرکت رفتم یه نفر دیگه جای من موند، یعنی اون پوزیشنه به وجود اومد. و خب دوست دارم فکر کنم که به همچین چیزی اونجا یه نوآوری بود و بهشون کمک کرد که کار بهینه‌تر انجام بشه. مثالی که ندارید در این مورد کارآفرینی که کرده باشید؟ نه اصلا، برو. و خب حالا اون دوتا مورد قبلی که گفتم، اون مشتری ها و نوآوری توی کار، به سوددهی میرسه دیگه، منتهی میشه به سوددهی، به خاطر که رابطه خوبی که اگه که با کارمند با قسمت فروش داشته باشه، در واقع خریدارها راحت‌تر محصول شما رو می‌خرن. حالا هر محصولی که باشه، 50% که گفتون خودش باعث میشه مثلا اونایی که میخوان دیولپری که باگو برطرف میکنه 50% تایم کمتری میذاره، یعنی ارزون‌تر تموم میشه درست کردن اون باگ برای کمپانی. دقیقاً. و همین که کارمندها بهینه‌تر کار میکنن باعث میشه که هزینه کمپانی به مراتب بیاد پایین‌تر برای کاری که داره انجام میشه. و اینکه اگر که خب اون کسایی که در اونجا کار میکنن رضایت داشته باشن از کاری که دارن انجام میدن، توی فضایی رو براشون فراهم بکنی که طرف رضایت داره، کمتر از اونجا میرن و حلو ترک میکنن، که این خودش یه فشار مالی، یه در فشار مالی و یه بار فکری از روی دوش اون کمپانی بر میداره، به خاطر اینکه پروسه استخدام کردن خیلی پروسه پرهزینه و پر استرسیه. تو باید تمام رزومه‌ای که میاد، حالا اکثر ریسکم است، آره، بخونی این افرادو، یه نفر بیاری توی یه تیم و بهش حالا باید منابع صرفش بکنی، یه بعد آموزش بدی، با این که حالا طرف اصلا بگو دکترا داره، بعد یه دو ماه طول میکشه تا توی اون پوزیشنی که میخواین، تو اون کاری که میخواین انجام بدین، اون جا بیفته و بدونه که دقیقاً میخواد چیکار بکنه. و این همش هزینه داره و به قول کارون خیلی هم پر ریسکه. ما توی همون کمپانی استرالیایی که بودیم، یه نفر از کسایی که با ما همکار بود، این ناراحت بود و از اون از پروژه ما رفت یه جای دیگه اصلا شروع کرد کار کردن. و اتفاقی که افتاد، خب ما نیاز خیلی شدیدی به آدم داشتیم، اون موقع یه پروداکت جدید لانچ کرده بودن، خیلی در واقع ایمیل هایی که می اومد زیاد شده بود و اون تیکت هایی که داشت درست می شد خیلی زیاد شده بود، نیاز داشتیم آدم که بتونیم به اینا رسیدگی بکنیم. یه نفر رو اینا استخدام کردن، شاید زیادم اون طرف روش نرفتن تحقیق بکنن ببینن چه جوری و اینا، این طرف اومد و آدم موجهی هم به نظر می اومد. اینو در عرض فکر کنم 6 ماه اخراجش کردن به خاطر حرفای نجات پرستانه ای که میزد، عجیب. به مشتری ها؟ نه به ماها. مثلا به من برگشت گفتش که تمام مسلمان ها تروریستن. اون موقعی هم بود که داعش خیلی دیگه اوجش بود. آره، اوج داعش بود. و من اینطوری بودم که خب من پدرم مسلمانه، خدا مسلمانم، یعنی چی؟ میدونی چی میگم؟ خیلی شروع کرد اصلا این کلن ریختم به هم. بعد موقع چیزم بود، موقع زمانی بود که ترامپ داشت، نوامبر 2016 بود، یعنی موقعی که آره همون انتخابات انجام میشد، این Make America Great Again از اون کلاها میذاشت میواد سر کار، آره مگا میذاشت میواد سر کار، و خیلی عجیب بود، خیلی رفتاری که انجام میداد عجیب بود. بعد ترامپ همون اوجش بود که دیگه داشت هرچی از دهنش در میواد میگفت. 6 ماه خوب دمون مرده. آره، بعدش هم دیگه واقعا اخراج شد. برای خود کمپانی هم هزینه برداره، یعنی اخراج کردن اینجا راحت نیست. هم همین که اصلا تیم ریخته بود به هم، یعنی ماها هیچ کدومون آرامش فکری نداشتیم. من گفتم یارو دیوانه است، یا بلند میشه چاقو ماقو به ما میزنه. آره دیگه، برای همین های ریسک برای خود کارت کشمون میکنه اون وسط. و خب آره، بعد فکر میکردم که خب چقدر من اون موقع ناراضی بودم وقتی که یه نفر جدید اومده بود بدون اینکه زیاد روش تحقیقات انجام بشه. حالا این چیزهایی که من گفتم و میشه یه جورایی تعمیم داد به روابط شخصی خودمون، فقط کارفرما و کارمند نیست، توی روابط شخصی که خودمون داریم ما چقدر از آدمایی که اطرافمون هستن تقدیر میکنیم.
چقدر کسایی که حالا باشون رابطه صمیمی داریم یا رابطه خانوادگی حتی، چقدر از اونا تقدیر میکنیم که حالا ما رو به اینجایی که هستیم رسوندن، بهمون ساپورت فکری و ذهنی دادن، حالا که عوض شده الان ما چقدر داریم این کار رو انجام میدیم برای اونا. و اینکه دوست داشتم فرهاد ما تقدیر نکردیم توی پادکست، از همه تقدیر کردیم. نه این دروغ، من تک تک به همه بچه‌ها زنگ میزنم و باهاشون صحبت میکنم. من یه زنگ خوردم فوش میکنم. شما هفته پیش اینجا به شما کباب ندادیم، اینجا شما کباب نخوردی، باب بگی این تقدیر کباب شد. این حالا خیلی خوب که ما اومدیم پولشو خودمون دادیم. خیر این حالا گفته غربی ها، من واقعا خیلی بهش اعتقاد دارم که میدونم که واقعا درسته و ما میتونیم خیلی پیشرفت بکنیم اگر که واقعا به این اعتماد پیدا بکنیم و اون افرادی که داریم باشون کار میکنیم، چه تیم حالا کوچیک خودمون میتونه باشه، چه شرکت های بزرگتر میتونه باشه، چه خانواده باشه، چه جامعه کوچیک، جامعه کوچیک، اگر که به این باور داشته باشیم که اون تیم است که داره یه پروداکتی رو جلو میبره، خیلی راحت تر میتونیم به بهره برداری برسونیم اون پروژه رو. قبول داری؟ بعد تقدیر حالا چه لسانی باشه چه عملی باشه خیلی لازمه. حالا اون قضیه روابط و اینا رو اشاره کردی، اونم خیلی مهمه دیگه. این وقت شکوه و شکایت زیاد میشنویم که مثلا هر کاری ما کردیم نمیبینه، همش به شور به فز حساب بذار جلوش برو. شما تو خونه خیلی نمیشنوی. آره من با در دیوار این صحبت دارم. بله ولی مهمه دیگه، هم لسانیش هم عملیش. بعضی دیدیم مثلا اینجا نه دیگه، من فقط تو عمل نشون میدم. اینم حالا من دوست دارم بگم که بعضی موقع ماها که کارمندیم توقعامون بعضی موقع میره بالا که هر 6 ماه مثلا من انقدر تومن باید بیاد رو حقوقم، همچین چیزی هم نیست. یعنی از اون ورم باید در نظر بگیری که این کمپانی چجوری حالا داره روش میکنه، آیا واقعا در توان کمپانی هست، در توان کمپانی نیست. درسته که حقوقا باید افزایش پیدا بکنه، ولی این طورم نیست که دیگه مثلا هر 3 هفته یه بار یکی باید بیاد به من به یکی آقا دمت کم این اضافه حقوق و اینطوری. اگر که این رابطه متقابل وجود داشته باشه که اون کارفرماه از اون کارمنده در واقع با همدیگه صحبت بکنن و بدونن که نیازهای همدیگه نیازشون در چیه، خیلی راحت‌تر میتونن با همدیگه کنار بیان. من یه خاطره کوچولو هم بگم. استرالیا که ما اوایلش رفته بودیم، خب پدر من اونجا داشتن کار میکردن. اینو من از پدرم شنیدم که اون شرکتی که توش بودن واقعا میشناسن با مینشستن با کارمندا و ازشون صحبت باشون، ازشون میپرسن که آقا شما الان نیاز خانوادهتون چیه، ما چی کار میتونیم بکنیم که شما مثلا بهتر زندگی بکنید، آیا نیاز به ماشین داری واقعا، مثلا نیاز داری شما کامپیوتر جدید برات بگیریم، نیاز به موبایل داری، نیاز واقعی چیه. شاید اینطوری نباشه که من بیام شاید این دلار بذارم روی حقوقت، تو برو خودت این مشکل رو حل بکن. شاید با اینکه یه نفر بیاد یه گوشی تلفن امروز به من بده، من نیازی به اون چیزم نداشته باشم، به اون اضافه حقوقم نداشته باشم. سعی میکردن با گفتگو با کمترین هزینه ممکن طرفو بیشترین خوشحالی رو بهش بدن. اینا رو گفتی، من یاد یه چیزی گفتم، خدا رو چون یاد چیزی گفتم، من این همه منتظر بودم بگو. بابا این همه ما حرف زدیم، تو متوجه نمیشی. نه ساکتی بگو. توی یه مستند فکر کنم داشتم میدیدم، یادم نیست راجبه چی بود، ولی یکی از کسایی که توی حالا فکر کنم تو پادکست هم تو قدیما صحبتشو کردیم، توی در واقع وزارتخونه اقتصاد آمریکا بود، یه آدم اقتصاددانی بود، اون داشت میگفتش که حالا در رابطه با اقتصاد آمریکا داشت میگفت، میگفت این امکان پذیره، یعنی باید اینطوری باشه، هر انسانی که کار فول تایم میکنه نباید به هیچ وجه مشکل مالی داشته باشه. یعنی در تئوری در روی کاغذ شرایط محیط کار باید طوری باشه، در واقع حقوق و اینا که آدما میگیرن، اگر اون آدم فول تایم داره کار میکنه، هر کاری مهم نیست، از ساده ترین کار بگیر تا حالا کار چی سر، این انسان باید بتونه یه مینیمومی از کیفیت زندگی رو برای خودش داشته باشه. حالا ایمان گفت اینطوری هم نباشه که فکر کنید مثلا فلان کارو کردید حقوقتون رفت باید بره بالا. من این یادم اومد، خب توی ایران ما این برنامه خیلی میشنویم که
در واقع ادا درمان چقدر پایینه و چقدر آره. متناسب نیست با خرجی که آدما دارن، اجاره خونه‌ای که باید بدن، اصلا خرج و اینا وحشتناک. من همیشه به این فکر می‌کردم که خب اگه من الان مثلا ایران بودم، داشتم مثلا فلان جا کار می‌کردم با حقوق اینقدر با حقوق اونقدر، من کاری نمی‌تونستم احتمالاً بکنم، باید مثلا خونه مادر پدرم می‌موندم و از اونجا جلوتر نمی‌رفتم. ولی میگم تو مدل اقتصادی این روی کاغذ کاملا امکان پذیره که شما هر کاری که انجام بدی یه مینیمومی از سطح زندگی رو داشته باشی. حالا این به مدل‌های مختلف میتونه پیاده سازی بشه، مثلا توی مدل کمونیستیش که حالا شوروی مثلا سعی کرده بود پیاده سازی بکنه، اینجوری بود که هر کسی با هر مهارتی که بود صرف این که یه مقداری از خدمت رو ارائه میداد، مثلا فرض کنید یکی نجاره یکی جراح مغز و اعصابه، صرف این که حالا نه اینکه نجاری شغل بعدی باشه، منظورم اینه که مثلا اون دانشگاه رفته خیلی بیشتر درس خونه، این کار مهارتیه، منظور این بود، صرف این که اینا یه میزان مشخصی از خدمت رو ارائه میدادن، اینا شایسته این بودن که خونه داشته باشن، ماشین داشته باشن، تمام وسایل زندگی رو داشته باشن، یه مینیمومی از کیفیت زندگی 100% برای همه برآورده میشد. این یه مدلیه که میتونه پیاده سازی بشه. این آدمی که من میگم توی وزارت خونه آمریکا توی دوره کلینتون هم بود اگه اشتباه نکنم، اون داشت میگفت توی حالا مدل کپیتالیستی آمریکا هم این امکان پذیره که هر کسی، حتی اگه مثلا توی حالا پادکست ساز بگو، نه حالا مکدونالد خیلی مثلا فرض کن که مکدونالد هم اگه داره فول تایم کار میکنه، این میتونه که یه مینیمم از سطح زندگی داشته باشه، نباید بره شغل دوم سوم حالا کارهای دیگه انجام بده. یه مشکلی که توی آمریکا خیلی وجود داره این TSA ایجنت ها کسایی که توی فرودگاه موقعی که شما میخواین مرز رو رد بکنید پلیس نیستن، ولی اینا این که شما رو میگردن آره، اینا این که این بیلبلکه رو میگیره صدا میده اگر که چیز آهنی داشته باشی، اونا رو بهشون میگن TSA ایجنت، که خب شغل خیلی مهمی دارن که اگه بمبی یا رود چیز خطرناکی داره میاره تو هواپیما، بعد مطمئن بشن که این اتفاق نمیفته و جلوشو میگیرن، ولی خب حقوقشون خیلی کمه، به خاطر این مجبور میشن چند جای مختلف دیگه کار بکنن برای اینکه بتونن روزیشون رو بگذرونن. و میگفتن که یه تحقیق انجام داده بودن، میگفتن که اینا خیلی معمولا خسته میان سر کار و برای همین خطا انسانیشون به مراتب میره بالاتر، و میگفتن یکی از شغلایی که ما باید مطمئن بشیم اینا فقط جزو ریکوایرمنتشه، جزو پیش نیازشه که اینا فقط یک دونه شغل داشته باشن اگر که میخوان کار بکنن اونجا. اینم یه چیزی که من یادم فکر کنم اون این حرف رو توی اپیزودای زدی که میرفتیم توی اون آفیس ضبط میکردیم، بک‌گراندمون سفید بود. آره. فکر کنم اونجا یادم اومد. اون بعد از تجربه UBC اون جزء تجربه بعد بود. یعنی UBC که افتضاح بود، یک شنبه ساعت مثلا 2 ظهر نه دیرتر بود، دیرتر بود. من یادم یه بار 12 شروع کردیم 5 تموم شد همه جا بسته بود. حالا من یه نکته دیگه که مربوط به تاپیک خود این بحث بود، جدای از حالا تاپیک خود این بحث بود، موضوع این بحث بود، نه چون رفتیم سراغ این که حالا چقدر پول میگیرن و سطح زندگی و اینا، اینه که من وقتی خودم به این مسائل فکر میکنم و به این که آدم ازش قدردانی بشه و خودم مثلا نقدی دارم به محل کاری که کار میکردم و اینا، به این فکر میکنم که اگه خود من جای کارفرمای بودم شاید واقعا شعور و فهم اینو نداشتم که از زیر دستیم یا اون کارمندی که داره برام کار میکنه همون انتظاری که دارم و بخوام برآورده کنم واسهش. و خب خیلی مهمه و خیلی چوبش میگن یه نکته ظریفیه که کسایی که مثلا تو همچین مقامایی هستن، مدیرن یا حالا کارفرمان اینا، اون آموزش رو دیده باشن، اون اصول و اون دانشش رو داشته باشن که آقا این هم یک قسمتی از کار توه، تو باید به امور و تو به well-being به خوب بودن حال کارمندات هم اهمیت بدی. این نیست که اینا فقط بیاین ربات کار بکنن برن یه پروژه تمام بشه بره. ببین باور داشتن به این که یه همچیزی مهمه دیگه، یعنی تو فقط به قول تو اون طرف یه ربات نیست که بیده کاری انجام بده بره، واقعا اونم یه انسانه، یه سری نیازها داره،
و برای برطرف کردن از نیازاست که داره اونجا کار میکنه، دیوانه نیست که بیاد 7-8 ساعت مثلا روزشو بذاره اونجا. آره. و بعضی مواقع واقعا اون مدیره شاید اون آدمی نیست که باید این کار رو انجام بده، یعنی میرن یه نفر رو استخدام میکنن که دانششو داره که چجوری با اینجور مسائل حالا برخورد بکنه و یه کسی هست که میدونه این موضوع باید چجوری پیگیری بشه. احساس نیازشون میکنن، اگه خودشون بلد نیستن میرن، میرن یه نفر رو میارن. فقط باید بر این باور باشن که این مهمه، یعنی آدم ها رو فقط به صرف این که این طرف ناراضیه شما برو بیرون، نفر بعدی بیا تو، نباید باشه. این طرف ناراضیه، چرا ناراضیه؟ باید بشینی ریشه یابی بکنی ببینی که آقا واقعا مشکل خودشه یا اینکه محل کار است که اینو ناراضی نگه میداره. یعنی این به خود بازار هم خیلی رفت داره دیگه، که چقدر شغل هست چقدر نیروی کار هست. وقتی که شغل کمه نیروی کار زیاده، اون حالت پیش نمیاد دیگه، حالا کارفرمای میگه بعدی تو نباشی دوستات هستن. ولی جایی که حالا شغل زیاده، کارم نیروی کار ممکنه به اون اندازه نباشه، اون موقع است که طرف تلاش میکنه بهترین شرایطو برای شما فراهم کنه. رقابت همیشه باعث پیشرفت میشه. چیز داری برام بگی؟ یه ساعت صحبت کردیم. آره، از یوتیوب شروع کنیم کامنت اینا. شروع کنیم. الکس گفته که مرسی از پادکستتون، من بیشتر رو اوقات گوش میکنم و لذت دارم. اگه امکان داشت یه پادکست در مورد آدمای مانیپولتیو صحبت کنید و ساین هاش در ریلیشنشیپ یا زندگی متأهلی و اینکه چگونه ویکتیم خودش پی نمیبره که منیپولیت شده. یه ذره راجع به ویکتیم و سیویر رو اینا صحبت کردیم. ایشون فنگلیش نوشته بودن من. جای کار داره این بحث. بعد رو توییتر ابراهیم توییت کرده بود که خدایی یه جورایی شده که دیگه به جای موزیک گوش کردن تو مسیر خونه تا کار خودکست گوش میدم. دمتون گرم، خیلی مشکی هستید. اگه بخواید میتونید تو یوتیوب هم نگاه بکنید، youtube.com/c/خودکست. میزبان برنامه هم توییت کردن که واقعا این چند هفته فصل 6 به همون نشون داد یکی از دلایل موفقیت خودکست با هم بودن تیمه. اگه هر کدوم از ما 5 نفر میخواست تنها پادکست داشته باشه، مطمئنم اینجور جواب نمیگرد. غربی ها میگن بزرگترین سرمایه یک شرکت نیروی انسانیشه. واقعا اپیزود لو دادی قبلش؟ یه هینتایی میده رو. من معمولا یه هینتایی میدم. تو کاراکتر چند کاراکتر میشه؟ 280 شده. این کلش یه توییت بود؟ آره. این از موقع یه رشته توییتش نکرد. نه، یه هینتایی میدم و با مغز آدم اونجا بازی میکنم ببینم که مارکت چی میخواد. هینت که جمله عینن گفتی. آره، ولی خب اینو که دیشب توییت کرد. نه، اینو یه هفته پیش. حالا سال پیش اینو زده. تو اخبار بکنم شنیدیم همه کم و بیش ربط هم داره به بحثی که امروز کردیم آن در مورد خانم الن و آره داستانایی داستان. که توی کمپانیشون تو سالهای مختلف رفتاری که میکنه. آره، میگن که خیلی تاکسیکه جو سمیه جو کارشون و بحرانیه. همه کارمندا زیر فشارن و یه جورایی قبلا شنیده بودیم که مثلا آمازون کارمنداش اگه میخوان حالا یه بریکی بگیرن برن دستشویی جزء بریک کارمند اینونتوریشون. آره، کارمند اینونتوریش مثلا خیلی شرایطشون سخته با اینا. آخه مثلا اوبر هم تو ساعت مثلا ساعت 11 شب زده سیم دی دلیوری. آخه مثلا 11 شب دیگه سیم دی دلیوری. بعد یه سری گفته بودن شرایط کار کردن برای این شو الن هم به همون شکل اینقدر سخت و استرس و این داستان. کنسلش کردن ها؟ آره، انگار یه جورایی خود الن هم گفته دیگه نمیخوام ادامه بدم. و آخه در پی این خیلی داستانه دیگه هم اومد، سیکشوال ابیوس و اینا بود ها. الیجیدلی. آره الیجیدلی. یه ذرم من دوباره یاد اپیزود هفته پیشه توی این من افتادم، سندروم نه هفته پیشه. آره، که مثلا این همه سال این اتفاقا می افتاده، ولی خب الن همه می دونن دیگه. الن و ملت برای سر و دست میشون. مثلا کسی نمی تونست حرفی بزنه یا خیلی بابا مدال افتخار گرفت از اوباما. آره. خیلی فیگر، خیلی شخصیت عجیب غریبی بود توی حالا هم شاید هم از هم باشه، ولی
آخه خیلی از به قول خارجی‌ها خیلی فرانت ها رو داشت میبرد جلو دیگه، هم جنسگرا بود، هم به مثلا کسای ناتوان کمک میکرد، هم آدم ها رو میورد بهشون جایزه میداد، خیلی کارهای مختلف داشت میکرد، هم توی انترتیمنت بود، چون هم توی نیمو بازی کرده بود، اون وایس اکتر چیز بود، اون دوری بود. آره اصولا بابای ایرانی هم که برنامه شو میدن میگفتن چقدر شادن اینا. تو هر قسمت بچه ها وزیفه دارن یه اشاره به بابای ایرانی زنده. چقدر زندگی شایدن خارجی ها همینطوری صد سال زندگی. یه نکته من راجع به این الم بگم، اگه که فقط مشکلاتش در رابطه با هیته کاری بوده یا مثلا کارفرمای بدی بوده و رئیس بدی بوده، نمیتونیم بگیم خیلی آدم بدی بذاریمش کنار، چون این همه کار خوب کرده. آره. من گفتم هنر رو از هنر من باید جدا کنم. من هنوز تتله رو گوش میدم آنگوشو، با اینکه خب حالا شاید آدم خوبی نباشه، ولی نمیدونم این الان گفتی سکشوال الیگیشن و اینو داشته. خب شنیدم، تو هم شنیدی؟ منم شنیدم، ولی من اون نشنیدم. الیجد بوده. خب پس اصلا اونو بزن کنار. اگر که وجود چند هفته پیش یه خبر خوندم در مورد یه سری کنسل کالچر. ببین دیگه وسط وسطش رفتیم. یه سری تخم گیاه فرستاده شده و به ایالات‌های مختلف آمریکا و باز آره و گفته بودن آقا اینا رو نکنین و فلان، و یه آقای پیرمردی اینا رو کاشته که ببینه چی میشه، و همونطوری که حدس میزدن یه گیاهیه که کلن مثلا زود رشد میکنه و همه جا رو میگیره. این ویسی عجیبه و من خیلی خودم دنبال این خبر بودم، یادم کی میکاره اینو و کاشتن داستان دار شده. یه خبر مسخره هم دیدم در مورد حالا یا آقای یوتیوبر هستن که لوگن پا تمام خبرهای یوتیوب به لوگن پا بست، مال اندونزیه ایشون، و خیلی بچه محلاشو همه میگفتن یه ویدیوی خوب بساز که مثلا جوونا یاد بگیرن از تو اینا. ایشون هم میاد یه فیلم از خودش میگیره به مدت 2 ساعت فقط به دوربین زل میزنه و این ویدیو نشسته؟ آره نه وایستاده و این ویدیو ترند میشه و 1.5 میلیون ویو میگیره و ایشون اصلا شروع میکنه درآمد از یوتیوب و همین 2 ساعت ها رو صندلی زخم بستر میگیره و ازش اینترویو میکنه چی تو ذهنت بود اون 2 ساعت؟ میگه که نگران بودم مامانم فقط بیاد همه در صدا کنه این بریزه برم. و این هم خیلی چیز مسخره بود که من دارم دارن ازش پول در میارم. آره. بعدم بیا ما این توریسم مثلا مثل این چیزا زگیر و روناز. آره تمام کنم دکمه ما رو میزنی. خیلی ممنون که ما گوش دادید. ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته، توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، و میتونید ما رو به صورت تصویری از یوتیوب تماشا بکنید. ما میریم و هفته دیگه نیستیم. یه دقیقه دکمه مونو بزن پاس کنید. ما هفته دیگه متاسفانه نیستیم. یه کاری باید هممون سرمون یه ذره شلوغه، باید یه سری کار رو انجام بدیم. متاسفانه فقط به مدت 1 هفته نیستیم. من سعی میکنم که یه سری کلیپ آماده بکنم برای هفته آینده از اپیزودهایی که رفتیم، قسمت خنده‌دارشو بذارم جاهای مختلف، و اینکه برمیگردیم دیگه. فقط 1 هفته نیستیم، بعدش برمیگردیم. قول میدیم که جبران کنیم بعدا. قول میدیم؟ بله. دکمه‌مونو بزن. خیلی خوب، واسه تماشای پادکست توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، و میتونید ما رو به صورت تصویری از یوتیوب تماشا بکنید. توییتر هم هستیم. بیاید هندلاتون رو، دستگیراتون رو ما بگید. ما میریم و 2 هفته دیگه با 2 تا موضوع جدید دیگه برمیگردیم. خدافظ. 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 خدافظ.